خب درود دوستان، سر شما بخیر. ذره دیر رسیدیم، ما به بزرگی خودتون ما رو ببخشید. از این پله ها با سرعت آمدیم بالا، امشب یه ذره دیر کردم، عذر میخوام از همه شما. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشیم. اینجا اینقدر هوا سرده، تا آمدیم لباس عوض کردیم، آمدیم نشستیم اینجا، یکم طول کشید، ببخشید. در حال امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، روزگار به کامتون باشه. ولی اینجا الان هوا هم سرده هم بارندگیه، ولی خیابون رو اصلا آب نگرفته. تحت هیچ شرایطی ما اینجا سیلاب نداریم، چون شهرداری اینجا برنامه‌ریزی همه چیز رو کرده و پیشبینی همه چیز رو کرده. و خاک بر سر شهرداران ایلام و کرمانشاه که امشب در موردشون صحبت داریم. اگه موافق باشید، ما مخلص شما هم هستیم، خیلی لطف دارید، خدا همه شما رو حفظ بکنه. اگر اجازه بدید من این پیام ها رو ببندم، شما هم خسته نباشید، بذارید ببندم که بشیم برنامه رو داشته باشیم، که امشب هم خیلی موضوعات مختلفی داریم. عزیزان من، یه بار دیگه درود میفرستم خدمت شما، امیدوارم که خسته نباشید. خیلی خوشحالم از این که هر شب در خدمت شما هستم در این ساعت، و امیدوارم که تا به امروز تونسته باشیم با این بضاعت کم رضایت شما بینندگان عزیز رو جلب کرده باشیم. اونهایی که مقیم تهران هستن، خیابان شریعتی رو که دیگه 100% میدونن کجاست. در خیابان شریعتی یک مسجدی هست، چون این خبر فوریه به من گفتن، اینو اولش باید بگم دارم در موردش تفصیلی میگم و بعد برم سر اصل موضوع. بله، تو خیابان شریعتی یه مسجدی هست بهش میگن مسجد قبا، در کنار همون حسینیه ارشاده، و از این آدم های ریشه پشمی وابسته به رژیم و وابسته به حکومت و وابسته به بیت علیگدا اونجا خیلی رفت آمد میکنن. یعنی یه جوری پاتوقشون استاد بسیج و نمیدونم این مسخره بازی ها رو اونجا دارن. امشب جالب اینجاست که میگن که وقتی این مراسم نماز مغرب و عشا رو داشتند، این امام جماعت مسجد بلند شده رفته بالای اون گنبد بارگاه و منبر و اینها، برگشته گفته من یه سری دعاها میکنم، امیدوارم که حالا آقامون خوب بشه. و عرضم به حضور شما، اون پا منبری ها نگران شدن، گفتن وای خدای ما چی شده، ما پیشمرگ بشیم، که ایشالله همه تون پیشمرگ خودتون بشید و با آقاتون به درک واصل بشید که ما از دست شما راحت بشیم. این آقای امام جماعت ظاهرن حالا فکی فامیلی نسبتی دوستی آشنایی با بیت خامنه ای داشته، گفت که بله آقا متاسفانه ساعتی قبل عرضم به حضور شما دچار افت فشار شدید شده. خب یعنی فشارش افتاده، سوراخ براغش همه گرفته، بعد گفتن که ایشون رو بردن تحت مراقبت های ویژه. البته الان بچه ها به من گفتن آقا عجب خبر خوشحال کننده یه، من که بهشون گفتم فکر کنم شیره زیاد کشیده. معمولا اونایی که شیره زیاد میکشن افت شدید فشار پیدا میکنن، یا باید کمپوت گیلاس بخورن یا اصلا یه چیزی شیرین باید بخورن، شیره پیره ای. فکر کنم این کمپوت پمپوتاش تموم شده و شیره جانو زده بود زیاد، به خاطر همین افت فشار پیدا کرده و سوراخ براقش گرفته، و من به این میدونم بادمجان بم رو آفت بزنه. اما دستاتون رو شما بینندگان عزیز بذارید کنار این قلبتون و از خدای خودتون برای این فرعون زمان بخواین که هرچه سریعتر به درک واصل بشه، بره اون دنیا پیش آقا امام زمان خودش با اسب سفید اون آقا، برای خوشم غروبا بعد از ظهرا برن تو ابرای این ورون ور بچرخن، حوریان بهشتی رو ببینن، گیلاس بدن، گیلاس بخورن و اینجور چیزایی. دیگه به درد مملکت ما نمیخوره، چون مملکت دیگه گندش در آمده. عرضم به حضور شما، اتفاقا همین چند وقت پیش بود یکی از دوستان من تو قم، حالا نمیگم کجا، ولی ایشون بنگاه معاملات ملکی داشت، میگفت که آقا پیمان از تهران یه گروهی آمده بودن به اطراف قم، داشتن گشت و گذار میکردن این زمینهایی که متعلق حالا به نمیدونم فرمان امام، مال مستضعفان، مال کجاست. میگه اونجاها دنبال چندین هکتار زمینهای چند ده هکتاری میگشتن
میگفتن که اینجا رو ما داریم برنامه ریزی میکنیم، آقا قراره یه سری مسائل اینجا پیاده کنه، فکر کنم داشتن برای آقا گنبد بارگاه پیدا میکردن. چون من بعضی وقتا میگم اینجا به شوخی میگم که کمر به پایینش رو سرتان گرفته، آقا این درسته من به شوخی به شما میگم، ولی باور کنید این جدیه، پزشکان خودش گفتن، گفتن کلن دیگه آلات موسیقیش از کار افتاده و اون ریشش گرفته به همه جاشو، سوراخ بوراخ جلو پلو، اصلا کلن دیگه مینه هواگیری کرده، امروز بمیر یک ساعت بمیره، الان هم که افت فشار داشته، قبلا هم افت فشار داشته، این بیشتر برمیگرده به شیره. حالا گفتیم این خبر رو خدمت شما بگیم، اما از هرچی بگذریم سخن دوست خوشتر است. این وضعیت حال کشور رو دارید میبینید دیگه، تو اقصا نقاط و استانها اعتراضات رو دارید میبینید دیگه، اوضاع و احوال ادارات رو هم دارید میبینید، وضعیت نقدینگی بانک ها رو هم دارید میبینید، نارضایتی مردم رو همه رو شما دارید به عین میبینید. یعنی الان واقعا 80 میلیون جمعیت ایران یک دست شدن برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی. یکی از این بچه های ما، این رضای ما دست به قلمش خیلی خوبه، یه چیزی نوشته، گفت اینو بخون. گفتیم باش. نفسهای جمهوری اسلامی به شمارش افتاده است و کماکان شاهد اضمحلال هرچه بیشتر آن از درون خواهیم بود. نگاه به عادی بودن اخبار رسانه ها و رفت آمد ها و نشست و برخواست های مسئولین عالی رتبه کشوری نکنید. این تماما یک سیرک مسخره برای عادی جلوه دادن اوضاع است. اما اوضاع حکومت کاملا غیر عادی است. جمهوری اسحالی که حال اسلامی، که حال تمامی معادلات میدانیش در مواجهه با اسرائیل به هم خورده و شکست را با تمام وجودش حس نموده، حالا بیم آن دارد که آمریکا که به بغل گوشش رسیده ضربه کاری آخر را بر پیکره نحیف این حکومت بزند. اما از طرفی میباید چه در داخل و چه در بیرون از مرزها به دیگران، مخصوصا نیابتی های خودشان، نشان دهند که کماکان دارای قدرت صلابت هستند و پس شروع به هارت و پورت می کنند، اما غافل از اینکه دیگر دست بازیشان برای همگان رو شده و دارن لحظه شماری می کنند که این هیمنه پوشالی چه وقت فرو ریزد. واقعا این چی میگن، در وصف حال این روزهای جمهوری اسلامیه که واقعا هم وضعشون بسیار خرابه. آقا امروز اینجا این اصلاح طلبا این روزها دوباره انتخابات سیرک مسخره و اینها شده که ما پویش رو راه انداختیم، آقا همه گیر شده، یعنی کل کشور رو در بر گرفته. دم شما گرم، خدا شما رو حفظ بکنه. از این به بعد هم با سینه به سینه وظیفه انسانی و ایرانی شماست که به تمام مردم بقبولونید که در سیرک مسخره رژیم جنایتکار آخوندی تحت هیچ شرایطی شرکت نکنن. امروز این اظهار طلب ها، اصلاح طلبان یک نشستی داشتن که میخواستن اون کاندیداهایی که حالا رای چی میگن در مرحله اول هیئت اجرایی نمیدونم قبول شدند و تایید گرفتند، آمدن میخواستن اینها رو پروموت کنن، یه سری جلسات گذاشتن. پسر آیت الله شاشور جنتی که قبلا وزیر ارشاد بود، اینا آمدن نمیدونم نماز و پماز رو که برگزار کردن، اونجا برگشت گفت که حاجی متاسفانه دیشب یه سکته تخمی تخیلی مغزی زد. اینا فکر کنن همه با هم قراره بمیرن، میدونی این این اون با کشیدن شیره رنگ روش میپره، فشارش میافته، این یکی فشار چی میدونم، این یکی سکته تخمی تخیلی مغزی کرده که پسرش آمده گفت اینو، ما دیگه نگفتیم. میگه حاج آقا دیشب سکته مغزی کردن، را خدا رو شد، میگه ازش رفت شد. آدم خندش میگیره، پیر مرد آب و روغن قاطی کرده، پوشک میپوشن هم میرینه هم میشاشه. خیلی عذر میخوام، من با این ادبیات دارم استفاده میکنم دیگه، حقیقت باید گفت. و دیشب احمدی سکته 85 خودش رو زده، میگن الله خدا رو ادار برش رو به خیر گذشت، اما میگه پای چپش از کار افتاده، سه تا پا داشت، یه پاش که خیلی وقت بود از کار افتاده و پای چپش هم از کار افتاده. بعد خیلی جالبه ببین مملکت ما دست چه اراذل و اوباشیه. نگاه اینجا به شعور این خامنه ای آدم واقعا اون سطح شعورش رو اینجا میفهمه.
یه آدمی که یک پاش الان دیگه دیشب با اون سکته‌ای که زد از کار افتاد، همین جوریش هم 6 نفر اینو بغل میگرفتن میبردن مسترا، میبردن پشت میزشون مینشوندن، این مسیر خونه تا شورای نگهبان هم که صندلی پندلی رو هم میرید هم میشاشید. خب بعد کل کشور رو خامنه ای لعنت الله داده دست این این الان کلن اسقاطیه. قراره همین آدم که نمیتونه را بره، نمیتونه فلان خودشو داشته باشه، اختیار خودشو داشته باشه، قراره تا چند وقت دیگه کاندیداهای طویله مجلس رو ایشون تایید بکنه، بگه این میتونه بره تو مجلس، اون یکی نمیتونه. وای بر ما، یعنی ما این رو بریم برای تمام دنیا یا آیندگان ما بیان برای نوه و نتیجگان ما تعریف بکنن، اونها به ریش ما میخندن، به ریش نداشته بنده میخندن، میگن پدران ما واقعا فکر کنم بالا خونه رو اجاره داده بودن. آخه این مافنگی، اینی که کلن اسقاطی استوکه، این چجوری برای یک ملت 85 میلیونی که حالا 5 میلیون گوسفند هیچی، برای 80 میلیون جمعیت تصمیم میگرفت و اون 80 میلیون هم تمکین میکردن. خنده داره نه؟ یه روزی همه باید به ریش ما بخندن، از این سکوت ما، از این. حالا بگذاریم، پسرش آمده گفته حالا به خیر گذشت، ولی یه پاش دیگه خلاصه الان دو تا پا رو از دست داده، یه پاش کلن نیم سوزه که داره کار میکنه. عرضم به حضور شما، بله امروز دوباره ما در اقصا نقاط کشور اعتراضات جالبی داشتیم. خیلی خوشحالم از اینکه اعتراضات روز به روز داره اضافه میشه. بچه های نفت که هنوز پای کار هستن، این بازنشستگان که همیشه پای کار هستن، تامین اجتماعی هم پای کاره. امروز هم اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت رو داشتیم. دم شما گرم. این حال میده به آدم. چرا؟ چون ما دوباره باید بحث جنبش های دانشجوی دانش آموزی رو شروع بکنیم، چون واقعا وضعیت کشور عزیزان من واقعا خرابه. شما اگر بیاین الان این کشور رو از دست علی خامنه‌ای و این اراذل و اوباش دور و برش بگیرید، ثواب کردید به آیندگان ما. اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف سرویس و حذف دورچین ها، افزایش هزینه ها، عدم رسیدگی به خوابگاه ها و و و و, و. اینا پول ندارن، اینا برید خدا رو شکر کنین حالا همینا هم میدن، همین غذا رو هم میدن، میگن غذا مثلا راست میدن، چپ میان عدس پلو میدن، عدس که نیست سنگه، میگه پر سنگه توش، برنج هم میگه کیفیت برنج از این برنجای نیم دانه و فلان و اینها. ببین جایگاه دانشجوها رو ما رو از کجا به کجا آوردن خدا وکیلی. یعنی درس خوندن تو کشور ما شده با اعمال شاقه. یه زمانی مرده میگه من دانشجویم، چه حالی میکردیم ما، خیلی خوب بود. الان ببین به کجا رسیده، یعنی اصلا یه جوری به طرف میگم حالا خوندی خوندی، نخوندی هم برو پی کارت، بابا همینو بخور خدا رو شکر کن. گوش میدی؟ تو کشوری هستیم که نفت و گاز و همه چیزم داریم. حالا بازنشستگان مخابرات در استانهای مختلف هم امروز آمدن شعار دادن. میگم یک سیستم جدیدی که الان در این اعتراضات به چشم میخوره، میکروفون و باند اکوامپلیفایر میارن. قبلا همجوری بیچاره با حنجره خودشون داد میزدن، صداشون یه هفته میگرفت. الان این اکو و آمپلیفایر رو اینجور چیزا میارن، دمشون گرم، خوب عالیه. این همجور ادامه بده، ادامه بدن. پرستاران و کادر درمان در بیشتر استانها امروز آمدن. ما عکس و فیلمشون هم داخل تلگرام گذاشتیم، برید ببینید. این هم اتفاق خوبیه، علی‌رغم اینکه راست کل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها اینها رو تهدید کردن که ما شما رو اخراج می‌کنیم، اینا گفتن به فدای سر ما که ما رو اخراج می‌کنیم. همین الان شما 100 هزار پرستار کم دارید برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی احمق‌ها. ما رو هم که دیگه فلان بکنید بندازی علی خامنه‌ای بعد دامن بپوشه بیاد پنبه بذاره جای آمپول مردم رو، که این هم شما نمیتونید این کار رو بکنید. عرضم به حضور شما یک مسئله دیگه، آها، امروز هم مردم در ایلام در شهر ایلام و اهواز آمدن جلوی فرمانداری و شهرداری اعتراض کردن، گفتن خاک بر سر شما، سال به نوروز یک بار اینجوری بارندگی شدید میشه، شما برای همینم هیچ گونه فکر و مدیریت بحرانی نمی کنید. امروز دیدید که یه صحنه ای رو ما گذاشتیم، بیچاره این اتوبوس شرکت واحد بود داخل شهری داشته کار میکرد، از یه مسیری رفت کل اتوبوس
آب گرفته بود و من زیر پای مسافرین اونا فیلم گرفتم. واقعا خجالت آوره. نگاه کنید این بارش و بارندگی که ما اینجا تو اروپا داریم مثال زدنیه، یعنی بارش باران داریم ما، رگباری. ولی باورتون نمیشه با همون کسی که شما میپرستید، من دارم تبلیغات نمی کنم، میخوام بحث دوز نبودن و سالم بودن و بحث این که ما میایم خدمات شهری رو یه پولی ماهیانه و سالانه میدیم، اینها چجوری استفاده میکنن. بعد اون حرامزاده هایی که تو استانهای ما و تو شهرهای ما میگیرن چیکار میکنن اون پولها رو؟ همیشه هم هفتشون گروه هشتشونه. امروز تو ایلام و تو اهواز همون یک ساعت اول که بارندگی شد میگن کل شهر قفل شد، بعد کل آب تو خونه مردم. همین اتفاقی که تو آستارا تو استان گیلان افتاد. یعنی نگید که یه جا خوبه یه جا بده، نه، همه از سر و ته کرباسن، یعنی همه دزد، همه فاسد، همه کثافت، آدم چندشش میشه. امروز مردم اومدن اعتراض کردن که آقا شما لیاقت چی رو دارید، به درد چی میخورید؟ یعنی این وضعیت این شهر تو تابستان بوی زباله هایی که جمع نمی کنید کل شهر رو بر می داره. حیوانات موذی اصلا کلن از ساعت 12 شب به بعد کل شهر در اختیار اونهاست و قراخ کردن. الانم که یه بارندگیه، حالا یک رباران رگباری، خب پیش بینی میشه الان فصل اینجور چیزهاست. میگه امروز خدمات شهری، شهر نمیدونم عواملش، همینجور واسطان نگاه میکردن، میگفتیم آقا چرا نگاه میکنیم؟ میگفت ما امکانات نداریم، مگه ما با یه بیل میتونم بیام کل شهر آبش رو یه جاهد؟ راستم میگه این مدیریت بحران میخواد، از قبل باید برنامه‌ریزی بشه، شما باید پیش بینی بکنید. میگم همینجا الان هنوز هوا سرد و یه بارندگی شده، از الان پیش بینی بارش برف رو کردن، این ماشین‌های بابکت هست برف روب، از همین الان اینا رو آوردن تو کنار خیابون‌ها چیدن که اگر یک برفی اومد سری جلوی اینو بهش میگن مدیریت بحران. خب ولی مسئولین ما چون میدونن رژیم جنایتکار آخوندی دیگه آخرین روزاشه، باور کنید آخرین روزاشه، احتمال داره همین خامنه‌ای که الان گشادی فلان گرفته احتمال داره امشب بمیره، هیچی مشخص نیست، بمیره فردا سپاه میخواد بیاد یه طرفو بگیره، قالیباف یه طرف، محسن رضایی یه طرف، اونوریا یه طرف، اصلاح طلب یه طرف، مملکت میشه پشم الحلوا. به همین خاطر همه مسئولین این رو میدونن، پشم الحلوا. خب به خاطر همین مسئولین همه اینجور چیزها رو میدونن، همه دارن بار خودشون رو میبندن، معاملات پشت دست، ساختمان‌های غیر استاندارد رو میسازن، بدون سند میسازن، این میره تو زمین یکی دیگه که مرد خارج از کشوره رو زمین اون میسازه، بعد میرن نمیدونم پشت دست یه پولی به دفترخانه میدن، سند میزنن، مملکت بی‌ساب. از اون کی باید جلوی اینا رو بگیره؟ وزارت اطلاعات، سربازان گمنام میرزاگول، اونا کجان آقا؟ فرماندار قزوین برید ازش بپرسید، داشت اونجا زمین خالی میکردن این برا بچه های کلانتری اطلاعات، اینها رو اونجا فرماندار گندشو در آورد، عوضی که اینها رو بگیرن فرماندار گرفتن انداختن. عالی رتبه ترین فرد سیاسی و اجرایی یه شهر بزرگ رو، قزوین رو، گرفتن انداختن زندان. این ور ما اومدیم رفتیم 4,000 میلیارد تومان چقدر بود، اومدیم افشاگری کردیم 20 هکتار زمین کنار منطقه آزاد انزلی رو وزارت اطلاعات مشخصا مدیران ارشدش آمدن با زور اسلحه و کلاشینکوف و فلان مجانی اونجا رو برداشتن، انفال بود. خب وقتی وزارت اطلاعات از پایین تا بالاش همه دزدن، شما انتظار داری یه شهردار زپرتی مثلا شهر ایلام یا اهواز دزد نباشه؟ خب همه دزدی میکنن. من اولش هم گفتم، الانش هم میگم، صد بار دیگه هم پیش بیاد به شما میگم آقا دیگه نه بحث اصلاح طلب، نه اصولگرا، این جفنگیات باید کنار بره، فقط رژیم جنایتکار آخوندی یک بار برای همیشه باید سرنگون بشه. یعنی خامنه ای و هرچی آخوند گند کثافت و هرچی حرامزاده است همه رو باید بریزیم تو زباله‌دان تاریخ، تازه مملکتمون رو بیایم از اول درستش بکنیم. خب امروز دیگه پنتاگون به چاک غیرتش برخورد، دید که این سناتورها اومدن توییت کردن، چه جمهوری خواه چه دموکرات، که گفتن آقا این بایدن گوزو خوابه، 61-2 تا حمله کردن، تازه امروز هم با پهپاد دوباره حمله کردن. الان ببینم کجا نوشتم، اونم به شما میگم. به خاطر همین پنتاگون در
عدم حضور جناب آقای بایدن یک جلسه محرمانه برای خودشون میذارن، یه سری گزینه ها رو آماده میکنند. الان منتظرن جناب آقای گوزو از خواب بلند شه، برن باهاش تو کاخ سفید جلسه بذارن، بگن آقا دیگه یا تو قبول میکنی یا تو رو میخوابونیم قبول بکن، یه کاری میکنیم بیا قبول بکنیم. چند تا گزینه برات آوردیم. جالب اینجاست، اون واشنگتن پست بود، بله واشنگتن پست، که نوشته بود خشم آمریکا درباره حملات گروه‌های مورد حمایت ایران به پایگاه‌های آمریکایی. مقام‌های پنتاگون چند گزینه را برای پاسخ به حملات ارائه کردند. یکی از آن پاسخ‌ها حمله به سکوهای موشکی جمهوری اسلامی ایران است. دمتون گرم، خدایی دمتون گرم، بزنید این سکوهای موشکی رو، من هستم بزنید. یکی از این گزینه هاست، ولی من بعید میدونم آقای گوزو اینکه اصلا حتی از خواب بلند شه رای خونه و دفترش که بلد نیست، این بعد میخواد بیاد به این گزینه ها رای بده. ولی خب اینجوری که پنتاگون گفته اینجوری هم که خشمگین هستن، فکر کنم بایدن رو مجبور میکنن که یکی از این گزینه ها یکیشو انتخاب بکنه که اینها بزنن. آقا 61 دو باره نیابتی ها زدن، خب اینا که نمیگن الان این زدنی که زده آدم هم کشتن نکشتن هیچی نمیگن، ولی 62 بار زدن. آمریکا تا الان 3 بار فقط جواب داده، 3 بار. خیلی زای است دیگه، کلاس پلاس ایالات متحده رو برای خود آوردی پایین، جای ترام خالی دیگه. حالا ما منتظریم این مردک از خواب پا بشه تا ساعتی دیگه، ببینیم چه کار خواهد کرد. بریم موضوع بعدی امشب. بله یه ذره بریم سمت جنگ اسرائیل و تروریست های حماس. لحظاتی قبل حزب الله با دستور خرسون الله حمله موشکی سنگینی به شمال اسرائیل داشت. بگه که این روزها این آقایان حزب الله با دستور خرسون الله یه موشکی رو پرتاب میکنن به نام بورکان. این موشکه میگه یه سر جنگی بسیار بزرگی داره، حالا دوربرد نیست، کیلومترها اونورتر نمیره، ولی وقتی میزنه یه جا رو حسابی میزنه و میتر کنه. امروز یعنی همین لحظاتی قبل یکی از این بورکانها رو زدن به شمال، ارزم به حضور شما، اسرائیل و یک منطقه رو واقعا ترکوندن. دیگه حقیقت رو باید گفت، اما اسرائیل گفته که اشکالی نداره زدید، تا ساعت دیگر به شما نشون میدیم که داستان چیه. اما همین الان هم که ما داریم با هم حرف میزنیم، تا واقعا دیدی که تو تل‌آویو آجیل خطر بود، این بیچاره مردم از این ور میدویدن از اون ور، ولی جامعه جهانی بالاخص این سازمان ملل اینها رو نمیبینه، اینها رو اصلا نمیبینه، ولی میاد میره چیکار میکنه، میگه آره تو غزه اینا اونجا رو زدن، دکان آقای مثلا احمد بقال رو زدن، 4 تا پیت نفت اونجا بود اونو ترکوندن. اونم سازمان ملل میبینه، ولی اینجا که الان تل‌آویو مرکز و قلب اسرائیله و ما الان فیلمش هم گذاشتیم تو تلگرام ببینید، همین اتفاق مال مثلا 20 دقیقه قبل از که من برنامه رو شروع بکنم، آجیز دادن مردم همینجا تو کف خیابون این برنامه میدویدن. و جالبم اینجاست، 16 تا موشک امروز زدن، این البته حماس زده 16 تا موشک زدن، یه موشک هم اتفاقا تو یه قسمت از تل‌آویو به زمین برخورد کرده، به یه اتومبیلی برخورد کرده، آتش سوزی به وجود آورده، ولی هنوز اعلام نکردن آیا کسی کشته شده یا کشته نشده، چون اتفاق خیلی ارزم به حضور شما تازه بوده. حالا شاید هم تو ساعت دیگه بخوان ارزم به حضور شما اینو اعلام بکنن. امروز ارتش لبنان هم برگشت، ببخشید ارتش اسرائیل هم برگشت گفت که ما داریم به آمادگی کامل میرسیم که یورش ببریم سمت لبنان. خدا قوت، خسته نباشید، ایول دمتونم گرم، شروع بکنید. ما خرس‌الله رو باید با تونکه تو این منطقه میدوییم بر اون ور دنبال سوراخ. ما باید این فیلمشو خلاصه به نظاره بشینیم، چون ایشون هم مثل اون پدر ناخلف خودش علی گدا خیلی گندگویی کردن. به هر حال اینها رو اسرائیل باید یه جوری ادب بکنه و ما به چشمان خودمون ببینیم. اما دوستان، این ماجرای بیمارستان شفا که خاک بر سر اردوغان، که باز هم
آب به قول گیلکان میگن آب نیده ای که تو مانا بکندی، یعنی هنوز آب رودخونه رو ندیدی، لباست کندی که بری شنا، اشتباس دیگه، تو بعد اول رودخونه رو آب رو ببینی. بعد این مردک اومدن بهش گفتن ای وای اسرائیل اومد، میدونی چیکار کرد ارتش اسرائیل؟ چیکار کرد آقا؟ زد نمیدونم بیمارستان شفا، هر کی مریض زخمی اونجا بود، بچه‌های نارس همه مردن. این احمد هم دوباره اومد اینه چپ گره جلوی دورمین برگشت گفت این دفعه دیگه اسرائیل نمیدونم تروریست و فلان اینا. جالبه اسرائیل هی سکوت میکنه، میخواد دوست و دشمن خودش رو بشناسه، هی سکوت میکنه ببینه بقیه چه حرفایی میزنن. وایستاد نظرات رو دید، موزه کیری های کشورها رو دید، از ساعاتی قبل شروع کرد فیلم های پشت پرده بیمارستان شفا رو نشون دادن. نشون داد که اون هفته اکتبری که تروریست های حماس حمله کرده بودن به اسرائیل و افرادی رو به گروگان گرفته بودند و اتفاقا در میانشون هم افراد خارجی بود، خیلی از این اسرا رو برداشتن چه کار کردن، آورده بودن داخل بیمارستان شفا که اینها فکر اینا نمی کردن که دوربین های مدار بسته داخل بیمارستان داره از اینها فیلم می گیره، چون حساب این کار نکرده بودن. اون فیلم ها افتاد به دست اسرائیل، ارتش اسرائیل، دستگاه امنیتی نشستن یکی یکی شناسایی کردن، یکی یکی به دنبالشون رفتن، الان هم آمدن دارن خیلی شیک و مجلسی و سنگین یکی یکی فیلم ها رو پخش میکنن. فیلم رو پخش کردن، تو فیلم خیلی قشنگ مشخصه که همین حماسی های لباس شخصی که همشون هم کلاش تو بغل شونه شونه، یکی یکی دارن این گروگان ها رو میارن داخل بیمارستان، رو میبرن داخل بعضی از اتاقهایی که ورود ممنوعه. شما مگه نمیگید بیمارستان محل نمیتونم نگهداری بیماران و زخمی ها و کودکان مریض و نارس و نمیدونم اینجور چیز هاست؟ خب بس این چی بود؟ این درست یک پارادوکسیه که اینها مظلومیت این حرامزاده ها رو نشون میدادن که اسرائیل امروز گند کار رو در آورد با نشان دادن این تصاویر به تمام عالم فهمون که اینها واقعا تروریست هستند. خب حالا جالب اینجاست خود ارتش اسرائیل هم آمد از این کواکوکترا، از این درون بهش میگن، پهپادهای کوچیک رو ورداشت، چیکار کرد؟ اونایی که دوربین دارند و قشنگ با برنامه ریزی فرستاد داخل یکی از تونل های زیر همین بیمارستان شفا. این کواکوپتر آمد چیکار کرد؟ 10 متر رفت زیر زمین، بعد قشنگ دید باید مستقیم بره، مستقیم رفت وقتی مثلا نمیدونم حالا 100 متر 200 متر رفت به یک در بسیار بزرگ ضد بمب رسید. این چی رو نشون میده؟ خود همین دستگاه های امنیتی آمدن اعلام کردن معمولا این درب هایی که در 10 متر زیر زمین ضد بمب کار گذاشته میشه، یعنی اونور در یک دنیای از اطلاعات و فلان و اینا. خب اینو اسرائیل از قبل هم گفته بود که آقا اینا زیر بیمارستان شفا ستاد فرماندهی شونه. اسرائیل تا اینجا رو فقط نشون داد، هی داره گاماس میره جلو، عین یک سریال جذاب و دیدنی و پیگیر. حالا پشت در رو نشون نداد، گفت فقط میخواستیم به شما بفهمونیم، شما هایی که میگفتید اینجا بیمارستان شفاست و اینجا فقط مریضا و نمیدونم زخمی ها رو اینا میارن، این داستان ها نبود، اینجا ستاد فرماندهیش بود، فعلا تا در پشت ضد بمب بمونید، خب تا چند روز آینده اون ور در هم به شما نشون خواهیم داد. همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم، لحظاتی قبل یکی از پزشکان انگلیسی همون بیمارستان که سمت هم داشته تو بیمارستان شفا، دیگه عطاریش رو به لقایش بخشید، از اونجا آمد بیرون اعتراف کرد. وقتی در امنیت کامل بود آمد در مرز مصر برگشت که آقا بله چرا دروغ بگم، اونجا یه قسمت بیمارستان دست ما بود، یه قسمتش دست تروریست های حماس بود که اصلا کسی جرأت نداشت به اون قسمت بره. تموم شد رفعه کارش. همین الانش ارتش اسرائیل داره تو اون بیمارستان اندونزی که بازم دستگاه امنیتی اسرائیل گفتن اون زیر یکی دیگه از ستاد فرماندهیه و امکان داره این گروگان هایی رو که گرفتن اونجا باشن، چون خیلی به شدت دارن
مقابله میکنن، یعنی حماسی ها از همون داخل بیمارستان دارن سمت ارتشی ها شلیک میکنن. خب اگر یک بیمارستانه مثل همین شفا چهار تا آدم مریض توشه، شما چرا دارید با توپ و تانک و خمپاره و نمیدونم آرپیجی و اینا از اونجا حفاظت میکنید؟ پس یه اتفاقاتی هم اونجا افتاده. البته اسرائیل آمد اعلام کرد، همین تا باحال بود، سخنگوش آمد که آقا ما دیگه جبهه شمال غزه رو کلن نسخش رو پیچیدیم، تموم شد، خاکمونو داریم پرت میکنیم میریم سمت جنوب. حتی امروز هواپیماها و چه میدونم یه سری چیزها تراکت پخش کردن، اطلاعیه پخش کردن به بعضی از این شهرها و گفتن که هرچه سریعتر شما باید این شهرها رو مشخصا خالی بکنید، مردم عادی، و برید به سمت انتهایی جنوب غزه. چرا؟ چون اینها اعتقاد دارن که این یحیی سنوار که رئیس همین شاخه نظامی کل حماس تروریستی بوده، با یه گروهی بلند شده رفته اون بر و اینها میخوان یا جنازه‌ش رو به دست بیارن یا میخوان خودش رو به دست بیارن. و همین خاطر امروز هم اعلام کردن، گفتن آقا بزنید برید که ما میخوایم تا ساعات دیگه حمله خودمون رو عرضم به حضور شما به جنوب غزه شروع بکنیم. شمال رو که گرفتن، نتانیاهو هم آمد اعلام که گفت ما فعلا قصد نداریم شمال رو به مدیریتش رو به دست کسی بدیم، امنیتش دست خودمونه، مدیریتش هم دست خودمونه. آمریکا اگر داره یه چیزی میگه، سازمان ملل یه چیزی میگن، ببخشید دارن غلط اضافه میکنن، ما گرفتیم فعلا میدونیم باید اینجا چه کار بکنیم. اما بریم در خصوص انتخابات ایالات متحده. این گودر یعنی گاو نر، جناب آقای ترامپ موقعشنگ واقعا داره کاری میکنه کارستون، آدم حال میکنه. میدونی آدم وقتی از خیلی چیزها ناامید میشه، یعنی آمریکا الان همه چیزش آماده است، خیلی راحت با سه سود تمام، خودشون گفتن، افسرهای نیروی دریایی خودشون اعلام کردن آقا ما تمام سر موشکامون سمت ایرانه، همه جاش هم به صورت پرسپکتیو عکس گرفتیم، سایت های موشکیش رو میدونیم، زاغه هاش رو میدونیم، محل نگهداری پهپاد ها و محل نگهداری موشک و حتی خامنه ای هم که کجا نگهداریش میکنند هم میدونیم کجاست. فقط الان بایدن حرامزاده باید میامد میگفت آره اوکی شروع بکنید، نمیکنه. خب اما از طرف دیگه ما خیلی خوشحالیم. من امروز داشتم نگاه میکردم بچه ها این نمودارش رو داشتن اوکی میکن، جناب آقای ترامپ در دو دقیقه تو اون بعضی ایالت ها، حالا یا تقلب شد یا هر چی شده بود، با اختلاف زیادی رأی نیاورده بود، الان تو همون ایالت ها ایشون پیشی گرفته است. یعنی تو 99% ایالت ها از بایدن خوابالو و گوزو پیشی گرفته و این جای خوشحالی داره. و من امیدوارم که هر چی سر، البته نمیدونم، همش ضمیر ناخودآگاهی به من میگه اصلا نمیرسه به بس ترامپ و اینا، این رژیم سرنگون میشه، واقعا از داخل پکیده، وضعش خیلی خرابه، خیلی خرابه. نه پول دارن، نه مشروعیت دارن، نه سالمن، نه بین مردم دیگه اصلا چی میگن پذیرفته میشن، وضعشون خرابه. از صبح بلند میشن این دلغک ها یه سیرکی را میندازن، رئیسی بلند میشه میره اون ور، امروز رفته وزارت نفت، این همه نفتی ها آمدن بیرون دارن اعتراض میکنن، رفته اونجا گفته شاخص های ما در نفت رسیده به قله دماوند، خاک بر سرت بکنم. یعنی من خجالت میکشم بالا بیام اینجور دروغ، آخه یعنی چی؟ آخه تو رئیس جمهوری مملکتی مشنگ، بعد میای اینجور دروغ میگی. حالا امروز داشتم عرض میکردم خدمت شما، جالب آقای ترام الان هر جا بلند میشه میره علارم میکیم وضع اوضاعش هم خیلی توپه دیگه، برای خودش بازاریه، یک چه میدونم تیلیاردریه برای خودش، نمیدونم هتلی و مراکز تجاری و این همه دم و دستگاه داره، ولی الان هر جا که میره کمپین میزنه میلیون ها دلار بهش کمک هم میکنن مردم، یعنی دم مردم آمریکا هم گرم، یعنی قراره هم بهش رأی بدن هم قراره بهش حال بدن پول بدن، و این یه اتفاق بسیار خوبیه که امیدوارم عرضم به حضور شما هرچه سریعتر رخ بده و ما رئیس جمهور بعدی رو جناب آقای ترامپ ببینیم. چون اون واقعا درسته، حالا ما به زبان گیلکی میگیم خیلی کشک و شیته، خب یعنی یوهو اینو جو میگیره، ولی به درد ما مردم ایران میخوره. نشونش هم همون کتلت کردن قاسم کتلت بود که اینا قرار بود اروای آقا جان جواب بدن که دیگه هیچ فرق هم
جرأت نکردن در زمان ترامپ حتی یک موشک پرتاب بکنن. اون چند تا موشکی هم که به عین الاسد زده بودن از قبل تماهنگ کردن، تخلیه شده و 4 تا تیر و تخته رو زدن، نمیدونم 10 تا 16 تا موشک پرتاب کردن، 10 تاش که به کویر و پویر خورد و یه 6 تا افتاد وسط حیات. اما امروز یک دو روز پیش بود جناب آقای بایدن یک جایی براش یک همین برنامه میذارن که بیاد میتینگ و سخنرانی و اینها بکنه، از اخشار مختلف آدمهای پیر و جوان و بچه و خردسال و زن و مرد میارن تو اون میتینگ دکوری میچینن. این که داشته حرف میزده یه اون کثافت حرومزاده مثل پسر خودش با این سن و سال و اینها خیلی تمایل به جوجه داره. اون بچه رو که اونجا میشینه میره جلو میگه که وای من چقدر از گوشهای تو خوشم آمده حرامزاده، تو دکل نفتی رو نمیبینی، بعد اونجا اومدی چجور گوش بچه رو دیدی، بعد رفتی جلو بهش میگه که من حدس میزنم تو 17 سالت باشه. دختره میگه نه اشتباه کردی من 7 سالمه. بچه یه 7 ساله رو گوششو دیده بود 17 سال به خاطرش آمده بود. یه کثیفه، یه حرامزاده است. تو انتخاب قبلی هم دیدید که انتخابات قبلی اون لپتاپی که FBI کثافت به نفع این برد معدومش کرد، تو اون عکسای پسرش در اومد. ما تو همین رادیو گیلان گذاشتیم که دخترها رو دور و بر خودش گذاشته رو سینه دخترها این کوکائین میریخت، بعد نمیدونم به دماغ میزد و فلان اینها. به هر حال میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، یه همچین مثالی میزنن. این پدر و اونم پسر دیگه، رئیس جمهور مملکتی، اون همه آدم دکتر مهندس استاد دانشگاه نشسته و رفتی به دختر 7 ساله زیر سن میگی من از گوشهای تو کثافت، تو گوشهای مرده. حالا من نمیدونم پدرش اگر اونجا بود، من جاش بودم یه چیزی فرو میکردم به این حرامزاده. بریم برای موضوع بعدی. این که میگم که واقعا وضعیت مملکت خرابه به این خاطر که دیروز نه پنج روز ما یه گزارش مفصل از یکی از دوستان عزیزمون داشتیم که یه سری اطلاعات از داخل سپاه پاسداران مرکزی تو تهران و وزارت دفاع به ما داد. ایشون برگشت گفت آقا پیمان، ما روز اول یعنی شنبه صبح که آمدیم کار رو شروع بکنیم از حفا، یعنی از حفاظت اطلاعات سپاه، بلند شدن آمدن چند تا از افسران عالی رتبه ما، افسران عالی رتبه سرهنگ به بالان دیگه، آمدن از افسران عالی رتبه ما رو خیلی بی سر و صدا برداشتن با خودشون بردن. بعد که ما با دوستان دیگه ای داشتیم که تو وزارت دفاع بودن، همین بچه های سپان دیگه رفتن تو وزارت دفاع هم کار میکنن، میگن آمدن یکی دو نفر هم از اونجا برداشتن بردن. همین پیچ پیچ و همین زمزمه های داخل این ساختمان مرکزی که آقا چرا بردن چی شده، میگه همین ها، این افرادی که بردن در جلسات سطح بالای سپاه و وزارت دفاع انتقاد کرده بودن از عمل کرده شخص خامنه ای، خیلی خوبه این اتفاق، اتفاق بسیار خوبیه که داخل سپاه الان دیگه همون هم شکلی دیدن این علیگدا رو ندارن، چون فهمیدن مملکت رو به گوه کشیده. میگه داخل همین جلسات محرمانه سطح بالا انتقاد کرده بودن از علیگدا و این آقای دوزاری شیش کلاس سواد رئیسی، رئیس جمهور، گفته بود اینها با عدم درایت و عدم پیشبینی و عدم مدیریت مملکت رو به قهقرا کشوندن و مملکت هر آن احتمال داره سرنگون بشه. ماها آدم‌های مذهبی هستیم، حالا شایدم نخواهیم با نظام باشیم، ولی به هر حال دین و مذهب و خدا و پیغمبر خودمون رو دوست داریم که این آقایون به خاطر مقاصد شخصی خودشون اینها رو کلن زیر سوال بردن و مردم دیگه الان هیچ اعتقادی براشون نمونده. عزیزان من اینو میخواستم خدمت شما عرض بکنم، دیگه پایان برنامه ماست. این جناب آقای کونچونتان رئیس جمهور چین بلند شد رفت آمریکا، نگاه اونجا توافق خودشون رو کردن، گفت بیا هر بلایی سر جمهوری اسلامی آوردی من سکوت میکنم، من سود خودم رو بردم. علنا هم دیروز من مطالب جناب این آقای شی جین پینگ مینگ که این رو برای شما خوندم، رئیس جمهور چین برگشت که ما هیچ وقت پا رو دم آمریکا نمیذاریم، همیشه کنارشیم، برادرش بودیم هستیم و خواهیم بود. یعنی تو الان آمدی تو منطقه با ناو هواپیما بر و زیر دریایی یا اینا بزنی کلا و پشم حلوای جناب آقای خامنه‌ای رو ببری، ما هیچ گونه واکنش و عکس العملی نشون
نخواهیم داد. من از شما مردم عزیز در انتهای برنامه خواهش میکنم یک بار دیگه پویش من در سیرک مسخره طویله مجلس رژیم جنایتکار آخوندی شرکت نخواهم کرد رو سینه به سینه بین فک، فامیل، دوست، آشنا بچرخونید. این برنامه های ما هر کدومش 30-40 هزار نفر بازدید کننده داره. هر کدوم شما به 100 نفر بگید و اینها رو راضی بکنید. در سیرک مسخره شرکت نکنن. دوستان، در سیرک مسخره رژیم شرکت کردن یعنی فوش به خوار مادر خودمون. یعنی اینکه دوست داریم یه نفر تا دسته به ما فرو کنه. 40 سال فرو کردن بسته عزیزان من. خریت و خفت دارم به خودم میگم، دارم به اون 5 میلیون گوسفند آشغالی میگم که هر روز هی تعدادشون داره کم میشه، هی در مراسمات اینها هنوز این ریشه پشمی های دوران 57 رو میبینم. من از شما خواهش میکنم یک بار برای همیشه خریت رو کنار بذارید. 40 سال خر بودید دیگه نشید، یابو بودید دیگه نشید. بیاین در کنار این 80 میلیون جمعیت ایران قرار بگیرید و در سیرک مسخره جمهوری اسلامی که آیت الله شاشور قراره از چند هفته دیگه اینها رو تایید بکنه که شما به اونها رأی بدین شرکت نکنید. من شیمی جانر بیمیرم، خیلی مخلص شما هستم و خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز هم در کنار شما بودم. شنیدم که امروز هنوز اون هکرهایی که زیرساخت‌های وزارت ارتباطات و نمیدونم مخابرات ایران رو کلن از کار انداختن، هنوز وضعیت اینترنت در ایران درست نشده، هنوز گازوئیلیه و با زرت و پرت داره کار میکنه. ولی با این حال خیلی ممنونم که هنوز ما همون تعدادی که هر شب ما در خدمتشون هستیم رو اینجا داریم و باعث خوشحالی و خرسندی ماست. من شیمی جان رو بمیرم، مراقب خودتون باشید و همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.